سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم رأس ساعت 12:15 برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود. آیت الله العظما شیرازی در پاسخ به این سوال که آیا حکم شرعی از عرف گرفته می شود فرمودند، هرگز حکم شرعی از عرف گرفته نمی شود، بلکه ان الحکم الا لله و فقط حکم شرعی از خدای متعال و معصومین علیهم السلام اخذ می شود. اما موضوعات حکم شرعی که شارع مقدس حکم آن را بیان نموده است اما مصداق آن را بیان نفرموده است را از عرف می گیریم، زیرا خطاب شارع به عرف است و در جایی که خود شارع تعیین مصداق نکرده باشد مصادیق آن حکم از عرف اخذ می شود و این مطلب از اول تا آخر فقه در صدها مسئله جاری می باشد. در ادامه پرسیده شد در قرآن بعضی از مصادیق شاعر ذکر شده، آیا این دلالت ندارد که شارع مصادیق شاعر را تعیین کرده و دیگر نباید از عرف گرفت؟ آیت الله العظما شیرازی فرمودند هرچند که خدای متعال در قرآن کریم دو مصداق از شاعر را تعیین کرده و فرموده است والبدن جعلناها لکم من شعائر الله و ان الصفا والمروه من شعائر الله، اما عقد سلب ندارد و منحصر به این دو مورد نیست و به شرط لا نیست. نه، دلیل ما برای شعائر حکمش آیه شریفه است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اما موضوع شعائر چی؟ شعائره شارع چون خودش نفرموده، هرچی که عرف شعائر میدونه قاعدش همینه، از اول تا آخر فقه همینه. موضوعاتی که شارع احکامش رو بیان کرده و خودش را بیان نکرده، اگر عرف جاها فرق کرد هر کسی به عرفش عمل میکنه، اینو دارن فقها، قاعدش هم همینه. اما اگر عرف دو تا شد در یه جا تساقط میکنه، اینو دارن قبلیای شیخ انصاری در تعارض عرف با لغت، تعارض لغت با لغت، تعارض عرف با عرف، اینو متعرض هستن، مفصلا بحث داره.